سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. این چند روز سعی کردم گفتگوهای چالشی یا چیزهای خیلی خاص براتون آماده بکنم، یه خورده بریم جلوتر، بعد وارد فضای رسانه‌ای بشیم. نکات ویژه‌ای است که خدمت شما عرض خواهم کرد. عزت شاهی یا عزت مطهری، فکر می‌کنم دوستان من بعضی ها که درگیر مسائل مربوط به انقلاب 57 باشن ایشون رو می‌شناسن، از جمله چهره‌هایی است که عزت شاهی به شدت در زندان ساواک شکنجه شده است، اتفاقات عجیب غریبی دیده، ماجراهای عجیب غریبی براش رخ داده. بعد از یه جایی بعد دیگه عزت شاهی وارد کلکل میشه با اون بازجوها و اینا، یه حرفای عجیب غریبی میزنه، اونو یه حرفای میزنه، یه چیزای پیش میاد، داستان عجیبی داره این آدم. من پیشنهاد میکنم حتما درباره زندگی ایشان و مسائل مربوط به زندگیش یک مطالعه‌ای داشته باشید. حرفایی که میزنه حرف ویژه‌ایه. میرن این آدم رو پیدا میکنن کجا؟ در همون زندانی که شکنجه شده. بعد از چند سال میبرنش همونجا تو زندانی که شکنجه شده. این زندانی هم که اینجا داره بهش اشاره میکنه زندانی هست که الان حضور ذهن ندارم، یکی از این کشورهای خارجی که مبتنی بر نوع برخورد با زندانی ها و نوع بازجویی و مسائل این شکلی تسلط خاصی داشته، اینو میاد برای پهلوی میسازه. حالا نکتهش کجاست؟ نکتهش اینجاست که پیشنهاد میکنم خودتون کلمه موزه عبرت رو یه سرچ بکنید تا متوجه بشید داستان از چه قرار بوده. بریم صحبت عزت شاهی رو ببینیم. من بیشتر از این توضیح ندم، برمیگردیم نکاتی از خدمت شما عرضم کرد. الان دیدم داشتید یه نگاهی مینداختید، تو فکر بودید این برون برون نگاه میکردید، یاد چی بودین؟ یاد گذشته ها که اینجا چه وضعیتی داشتیم، چه شرایطی داشتیم. تو همینجا آب یخ یخ مینداختن، تو زمستون سر آدم میکردن زیر آب. یعنی حوض برای ما یادگاریه، خود یه چیزای اینجوری بود که. از آقا چند سالتونه امروز؟ من متعدد 25-75 سال. ماشاءالله. چند سالتون بود وقتی اولین بار آوردنتون اینجا؟ 24-5 سال. 24-5 سال. من نکته خدمت شما عرض کنم، این کسی که اخیراً تصاویرش منتشر شد، پرویز ثابتی، من بعید میدونم که پرویز ثابتی عزت شاهی رو نشناسه. این نکته اول. نکته دوم، اصلا اون کسایی که میان آقا مثلا ساواک شکنجه نمیکرده، این حرفا دروغه و این بحث این شکلی، یکی دو تاشون اومده و اخیراً تو بی بی سی اینا میگفتن مجری خندش گرفته بود. قشنگ تابلو و خنجر ببین خیلی زور میزد بگه من بی‌طرفم، خندش گرفت. گفت خب میفرمودید، نمیتونست جلو. آقا داری چرت و پرت میگی، خیلی تابلو داری چرت و پرت میگی. اگر کسی حرفای اینا رو باور میکنه، من پیشنهادم اینه برید یه دور موزه عبرت رو ببینید. فرض کنید اصلا هر چی تو این موزه گذاشتن به عنوان وسیله شکنجه دروغه. فرض کن به محض اینکه وارد موزه بشی، وارد این زندان بشی، تو میفهمی که این ساختار رو به شیوهی ساخته که ظاهر زندان هم شکنجه‌گر باشه و به شیوهی ساخته که کوچکترین فریاد زندانبان بتونه اثر بذاره بر زندانی. بسیار هوشمندانه ساخته شده. بریم صحبت های عزت شاهی رو ببینیم، برمیگردیم نکاتی رو مطرح کرد. کارتون چی بود؟ من از کار که شخصی بود، من تو کار کتاب فروشی و صحابی و تو کار کاسه بازار بودم، ولی چندین نوبت خود دستگیر شده بودم، شاید 10-15 دستگیر شده بودم. از سال 44-45 به بعد، اسفند 51 دیگه از طریق داخل زندان رد ما رو داده بودن، دیگه اونجا دستگیر شدیم که دیگه کمان منطقه رو محاصره کرده بودن. حاج آقا شما رو ساواک در حین دستگیری با گلوله هم زده، درسته؟ بله، من 7 گلوله خورده، یکی به زیر زانو خورده، دوتا به زانو خورده، یکی دوتا به کمر خورده، یکی پشتشون خورده، یکی هم به این پامو خورده. چیزی که من میخوندم در کتاب شما، دیگه شکنجه ای نبود که روی شما انجام نده باشن. سخت ترینش که همین شوکای برقی بود که شوکای حساس میذاشتن سر سینه، برای گوش، بینی، لب و جای دیگه که جای حساس بدنه، بعد به برق میزدن این بدن میلرزون. دو تا نکته من در رویشون بگم، یکی این که خودش اشاره کرد داخل زندان لش میدن، یعنی دیگه انقدر مثلا سطح شکنجه و اینا میره بالا، طرف میگه آقا فلانی بوده، اصلا به ما ربطی نداره، فلانی بوده، اونا مولم شدن دنبال این آدم. و این نکته، این چند وقتی که پرویز ثابتی نشون میده، واقعا باید پرویز ثابتی رو اون یک جنایتکار بیارن محاکمش بکنن. کاری که این آدم انجام داد و این آدم این بچه زرنگ بازی اومد در بیاره، میدونید که کل داستان بچه شاه و بعد از 57 این و تیم ساواک، تیمی که باش رفته بودن خارج از کشور، سعی کردن مدیریت بکنن. کسی اگر فهم کنه حرف من دروغه، بره مراجعه بکنه به حرفایی که اخیراً خود اپوزیسیون چند تاشون زده بودن. یکیشون گفت هر موقع من رفتم پیش بچه‌شاه، پرویز ثابتی اونجا بوده. اصلا گرداننده این بازی، یعنی گرداننده این بچه‌شاه و اون تیمی که دورش ساختن، اون تلویزیون سلطنتی من و تو، این برنامه‌سازایی که تو یوتیوب کاشه و همه اینا، همون پرویز ثابتی پشت این داستانه.
من اینا رو گفتم به این نکته برسم، یه خورده بس و بس شد، این نکته از ذهنم رفت، ولی در ادامه این گزارش اگر به ذهنم برسه حتما خدمت شما عرض خواهم کرد. به ذهنم رسید. ببین این سوال از خود بپرس، یه سری آدم هستن اینا با هم اختلاف نظر دارن، از سازمان منافقینش بگیر تا اون چپی نمیدونم چی چی و تا اون یکی انقلابی ها و مذهبی ها، اینا هر کسی رفته داخل ساواک میگه این اتفاق افتاده و همشون هم عین هم تعریف میکنن شکنجه دروغ بوده در دوره پرویز ثابتی در ساواک. چجوری همشون عین هم دارن یه حرفو میزنن بعد دقیقاً اون چیزی که یعنی جزئیاتی که میگه آ فلان جا این شکلی شد برای همشون هست اتفاقی بوده، خیلی اتفاقی دقیق صحبت میکنن، چه اونایی که خارج از ایرانن چه اونایی که داخلن. بریم ادامه صحبتش رو ببینیم. زیر هر انگشت سه چهار تا سوزن تگرد میکردن تا این عقب. سوزنم از این سوزنای معمولی نبود، هم زخیم‌تر بود هم بلندتر بود، میکردن زیر ناخن، میکردن زیر ناخن میومد تا اینجا. ما جلوش که نصفش بیرون بود اون نصفشو داغ میکردن با چیزای برقی، با خود همین شمع، با پندک، با این چیزا، یا اینکه ناخونو اگه شلاق عروفی میزدن اینجوری کنده میشد، اگه روش میزدن این سیاه میشد بعدا میافتاد. این که گفتن شما رو اینجا به صلیب کشیدن کجا بوده؟ همین دایره سوم بوده اون بالا؟ یعنی چی دستاتون رو بستن اونجا؟ اینو صندلی میذاشتن زیر پا، طرف میره به صندلی، دستاشو اینجوری میبستن و صندلی رو میکشیدن کنار، این آویزون میشد. بعد بعد ما سر طرف رو میکردن زیر آب، تو هم آیخ نگه میداشتن تا موقعی که آدم نزدیک خفگی بود و در میوردن، دوباره خود نفس میکردن، دوباره میکردن زیر آب. شش ماه به تخت بستن که تو این شش ماه اصلا ما رو حمام هم نبردن، اینجا دراز بودیم، تازه همه بدنمون زخم بود. شش ماه به تخت بستن؟ بله، نمونش اینجا هست تو موزه عبرت. یعنی شش ماه تخت بازتون نکردن؟ روز یه دفعه فقط برای دستشویی باز میکردن. ببین اصلا این که پرویز ثابتی اینقدر راحت میاد جلو دوربین برام خیلی عجیبه. بعد چیز اومده بود، این دختری که بود اسمش یادم رفت، یکی اینا اومده تو بی بی سی، این انتخابی فرد کاملیا کنیز بن سلمان اومده توی چیز توی بی بی سی میگه حالا یه پیرمرد 67 ساله پیدا شده، شما راه افتادید میگین این آقا چرا جلو دوربین اومده، مرتی که نمیفهمی داری از چی صحبت میکنی، ملعون اینم داری ماله میکشی. بعد از سالها رفتن یه نفر ریلگیر آوردن، آقا این فلان سال تو فلان جنگ تو اروپا جنایتکار جنگی بوده، دارن محاکمه میکنن. بعد پرویز ثابتی فقط با اینا کاری ندارن، فقط با این بی همه چیزه کاری ندارن. چرا؟ چون این درسته منافعشون بوده. پرویز ثابتی کار خوبی کرده، اینا باش مشکل ندارن. بعد یه چیز خیلی ترسناک که در روی این زندانی که داره پیرامونی صحبت میکنه وجود داره این هست که نوع درمانی هم که ارائه میدادن، یعنی پزشک کاملا نوع درمان کردن بیمار رو مبتنی بر اون چیزی که زندانبان می‌خواسته و کمک می‌کرده که این بیشتر اذیت بشه انجام می‌داده. مدل همینی که من خدمت شما عرض می‌کنم آمریکایی‌ها تو ابو غریب و گوانتانامو اینا، البته هم آمریکایی‌ها هم انگلیسی‌ها تو این زندان‌ها تو عراق انجام دادن. این ببین چقدر از اونا چیز سر بوده که اون سال‌ها آموزش دیده این مدل پیاده می‌کرده. ادامه صحبتش رو ببینیم. پس میگن دورای پهلوی شکنجه نبود، اینا حرفه، اینا فیلمه، اینا ساخته. بیان ببینن نموناش که هست، بیان ببینن. چون یه سری نبا و علاعزت یه جایی با خودش فهم کنه میگه که حالا ما بحرین رو دادیم، همه کار کردیم، بازم مردم از دستمون ناراحتن، بذار خودمون تصمیم بگیریم بریم، تا مردم نمردن ما تصمیم بگیریم بریم. خیلی علاعزت خوب بوده. به همونایی که منو تو میگه درسته، اینا چه تو اینا که این میگه اون یکی بچهای که بازشه اینا همه دروغه، این روایت من و تو درسته. این خانوما رو می‌بینی که برهنن لب ساحل تو ایران و ایران آباد بوده، خیلی کشور خوبی بوده، باور نداری؟ این خانوما ناکن تو خیابونا روسری نداشتن، ایران آباد بوده. یعنی روسری داشتن نداشتن انقدر مخاطب و معذرت می‌خوام خنگ فرض کردن که اینا رو کردن ملاک مثلا آبادی ایران در قبل از 57. ماجرا این شکلی بوده که این داره روایت می‌کنه. بریم ادامه‌اش رو ببینیم. این حرفوس که نمیشه از تلویزیون پخش بشه، خیلی کارا با ما کردن در این مسائل که مسائل اخلاق زده، اخلاقی مسائل دیگه، ولی هیچ کسیم نتونستن، هیچ کاری هم نتونستن با ما انجام بدن. چند سال برای شما زندان بریدن؟ من دفعه اول که رفتم دادگاه 15 سال به من دادن. 15 سال دادگاه دوم 15 سال تایید کردن، همون سال 53. ما تو هیچ اطلاعاتی از من نداشتن، اینو هم تنبیه. 15 سال بایدن چند سالش شما زندان بودین؟ من 7 سال و نیم بودم. خب بعد که انقلاب پیروز شد نگفتید من حقمه یه چیزی بگیرم به یه جایی برسم؟ نه، من دنبال این حرفو نبودم، کسی هم به ما نداد. کسی هم به ما نداد، ما هم دنبال این حرفو نبودیم. ما هم جون بیارزشی داریم که حاضریم در جهت مردم، در جهت خدا، در جهت انقلاب، این جونی هم که داریم بدیم.
من یه چیز داخل پرانتز عرض بکنم خدمت شما. دو سه تا اتفاق توی ناآرام‌های اخیر رخ داد که من حیفم میاد بهش اشاره نکنم. یکی ماجرای حسین رونقی بود. حسین زمانی که از زندان آزاد شد خب گفته بودن دو تا پاشو شکستن. مثلا خود نمیدونه دم آزادیش نباید دو تا پاشو بشکنه. این عجب زندانبان احمقیه. چقدر این جمهوری اسلامی خنگه. هم خودش مسموم میکنه تو مدارس، هم خودش خرابکاری میکنه، اصلا همه کار میکنه. شما بیاید تو خیابون نمیدونم چرا مثلا انقدر بیعقلانه داره مدیر. پس چرا آمریکا رو مثلا باباشه در آورده تو این منطقه؟ یه جوری که اینا برمیدارن میگن رفتن سعودی کنار ایران شکست بوده. پس چرا انقدر اینجا هوشمندانه رفتار کرده در ظاهر؟ ها میخوایم بگیم آقا مثلا ما واقعا نمیدونیم، ولی ظاهرش اینو هوشمندانه برخورد کرده دیگه. پس چجوری اینقدر خنگ بازی کرده؟ بیام جلو با من. حسین رونقی گفتن آقا دو تا پاشو شکستن. حسین اومد بیرون، اون کسی که همبندش بود گفت آقا این نه اعتصاب کرده نه پاشو شکستن، سالم که داره راه میره، ارد و عسلش هم اینجا دادن خورده. قضیه حسین تموم شد. یه مدت فوشش میدادن، میگفت این مزدور خودشونه، داره اینا رو میگه مزدور خودشونه. واس چرا سالمه؟ اگه سالمه پس مزدور خودشونه. بدبختم داشتن فوشش میدن. گذشت، خبرنگار روزنامه شرق اومد گفتش یا یه کیکی درست کردم، کیک خاصی هم بود، من توی برنامه‌شو ساختم. یه سری رفقام گفتم والا ما هم نخوردیم، من خودم نخوردم حقیقتش. نمی تو زندان چجوری انقدر مثلا امکانات داشتی اینا رو درست کردی؟ البته میگه با ساقه طلایی اینا درست کردم. کلا ساقه طلایی داستانش فرق داره، بزنی تو دریا رو خشک میکنه. حالا چجوری ساقه اینا بوده من نمیدونم. میگفت اینا رو آوردم نشستم اون کیک و اینا رو درست کردم. ظاهرا اتفاقی خوبی تو اون زندان داشته میافتاده. اینم بدبخت اینم فوشش دادن، گفتن تو هم مزدوری که اینا رو گفتی. گذشت، رسیدن به یه دختر خانومی که حرفای مثبت 18 دربارش میزدن. من نه به اسمش اشاره میکنم نه به داستانش اشاره میکنم، چون حرفایی که درباره این بنده خدا ساختن خیلی زشت بود. گفتن این اتفاقا براش تو زندان افتاده. دختر خانم با موی رنگ کرده و ناخونای بلند و رنگی و این چیا این شکلی از تو زندان در اومد، انگار مثلا ظاهرا اونجا آرایشگاه چیزام داشتن. که بعد خودش هم این حرفا رو تایید کرد، اونم نشستن فوشش دادن، گفتن مثلا فلان فلان شده تو اینا رو داری انجام میدی، حکومت میتونه سوء استفاده بکنه، نمیگفتی، حداقل نباید میگفتی. همه اینهایی که من دارم خدمت شما عرض میکنم، همه این بچهایی که الان جمهوری اسلامی رو فوشش میدن و دل پوری هم ازش دارن و هزار و یک داستان دربارش میسازن، اگر در دوره پرویز ثابتی ساواک در دوره پهلوی حضور داشتن الان حرفاشون یه جور دیگه ای بود. بهتون اثبات بکنم من آدم میارم، این آدم مخالف جمهوری اسلامیه، دل پوری از جمهوری اسلامی داره. وقتی در مورد ساواک صحبت میشه میگه بی همه چیزتر و بی پدر و بی مادر تر از اینا خودشونن، و اونجا چیزهای تجربه کرده که حالا بحثی که نمیشه خیلی پیرامونی صحبت کرد. بریم لحظاتی از دیدار عزت شاهی یا عزت مطهری با آیت الله خامنه ای رهبر ایران رو ببینیم، برگردیم نکاتی رو مرسان کرد. آرزوتون چیه امروز؟ آرزو اینه که مملکت موفق باشه، سرآمد کشورهای دیگه باشه، انقلابمون آسیب نبینه، دشمنامون ضعیف بشن، این جوان ها یه مقداری مطالعه کنن، یه مقدار گذشته ها رو ببینن که دنبال هر حرفی را نیفتن، دنبال هر شعاری را نیفتن، استقلال داشته باشن. مسئولی هم تا اونجایی که امکان داره سعی کنن صادقانه با مردم برخورد کنن، رو راست برخورد کنن، بعض اقتصادی مردم رو درست کنن که مردم دستشون پیش کسی دراز نشه، مردم آبرو دارن، سربلند هستن. ما خواستمون اینه، خواسته دیگه ندیم. سلامتی شما رو از خدا. خیلی مختصم. خیلی خب، بخش از این صحبت‌ها رو هم دیدیم. یه چیزی برای من خیلی فوق‌العاده بود و اون این بود که عزت شاهی زمانی که اومد صحبتش تموم کنه، اولا یه نهیبی زد به بچه‌ها و نسل جوان و رفقامون که آقا یه مطالعه بکنید. ببینید داستانش چه شکلی، شاید با این چیزایی که دارن برای تعریف می‌کنن متفاوت باشه. بعد سری رفت تیکش انداخت به مسئولان. نه این چی؟ یعنی آقا حرکتی که من در انقلاب 57 انجام دادم، داستانی که پیش اومد شکنجه شدم، حرکتایی که زدن و انرژی که از ما گرفتن و بحثی که داشتیم، همه به خاطر این بود که جامعه ایران و مملکت اون پرچمش بالا باشه. آقا اینو مسئول حواستون به خودتون باشه، تعارف با شماها نداریم. این خیلی برای من جالب بود که انقدر صریح به این مسئله اشاره کرد و به این ماجرا پرداخت. طولانی ترش نمی کنم، فکر کنم تو همینجا کافی باشه. کاش داشتیم کسانی را که یک مقایسه منصفانه دقیق بیان انجام بدن بین همین مسائل، همین چیزهایی که در دوره پهلوی بوده. برید از هر کسی میخواد، همین این بچهای سازمان منافقینی بپرسید، بچهای خواهر منافق از اینا بپرسید، چون اینا هم حرف دارن برای گفتن، هم از اون نمیدونم چپ نمیدونم چیچیش و مارکسیستیش و فلانش و همه اینا بپرسید. تایی تشبیهید از این بچهای مثلا انقلابی هم یه دوتا سوال بپرسید، بعد مقایسه کنید به امروز، ببینید داستان به چه شکلی در ایران بوده است. من طولانی‌ترش نمی‌کنم.
فکر کنم تا همینجا کافی باشه. اگه شما نکته‌ای داشتین بس بود، حتما در قالب پیام برام بفرستید. برنامه‌های ویژه‌تر برای شما خواهم داشت، برنامه‌ای که فکر می‌کنم حال دوستانم رو حسابی خوب خواهد کرد. خاک پای همه رفقا هستم. عیدتون مبارک، دلتون شاد باشه، وقتتون بخیر.